خب ادامه میدیم. میگه به ایشان عرضه داشتم اما در خلوت به معتبرین مبادا عبث بدوم یا دویده باشم. لکن تیتوس نیست که همراه من و یونانی بود مجبور نشد که مختون شود و این به سبب برادران کذبه بود که ایشان را خفیتاً درآوردند. درسته؟ و خفیتاً درآمدند تا آزادی ما را که در مسیح عیسی داریم جاسوسی کنند تا ما را به بندگی درآورند. پس یه آزادی هست که در مسیح هست. درسته؟ یک آزادی هست که در مسیح هست و یک اسارتی هست که در شریعته. آمین. آزادی که در مسیح هست کامله، ناکامل نیست. و یکی از تعالیمی که من امروز به شما میدم که بسیار جنجالیه، یعنی جنجالیه و بسیار خطرناکه. اگه درک بکنین درست چیزه، درست درک کردین. اگه درست درک نکنین خرابکاری میکنین. همین پولسی که اینجا اینو به شما میگه درس میده که میگه همه چیز مجاز است ولی همه چیز نیکو نیست. اوکی. آیا میگه بعضی چیزا مجازه ولی بعضی چیزا مجاز نیست؟ آیا میگه 95% چیزا مجازه 5% مجاز نیست؟ درسته؟ میگه همه چیز مجاز است، همه چیز مجاز است ولی همه چیز نیکو آه. پس اگه همه چیز مجازه باید همه چیز برای شما آزاد باشه. پس این آزادی فیضه و اگه شما اینو نتونین درک بکنین نمیتونین از فیض، متوجه هستید، استفاده کنید. مشکل انسان اینه که فکر میکنه یه جای محدودیت براش قائل شده خدا. درسته؟ ولی اگه قرار بود فیض برای شما یه جای محدودیت به وجود بیاره فیض نبود. فیض محبت بدون قید و شرطه. ولی وقتی برمیگردی میگی که خب آره فیض هست ولی اینجا دیگه حده، دوباره شرط گذاشتی. دقیقا. هیچ چی نیست، تمام شد. هیچ چیزی نیست که برای شما مجاز نباشه. میخوای بهتون بگم عزتتون میکنه، زنا مجاز هست، برای شما نیکو نیست. دزدی برای شما مجاز هست ولی برای شما نیکو نیست. فرقش دیدین؟ مجاز یعنی چی؟ یعنی آقا شما لعنت جهنم نمیری به خاطر اینکه زنا کردی. خدا نمیگه آقا برو من دیگه نمیخوامت، از خونه دور شو، نمیخوامت. نه، اگه چنین بود محبت نبود، فیض نبود. فیض بی همتاست، فیض بدون قید و شرطه. فیض همینه، شما باهاش مشکل داری، خدا باهاش مشکل نداره. ولی حکمت ایجاب میکنه که شما اون کارو، چون به خودت صدمه میزنی. آمین؟ به دیگران صدمه میزنی. اوکی. حکمت نه، حکمت نداره. خوب نیست؟ نه، خوبم نیست. ولی آیا مجازه؟ مسئله مجاز بودن قانونی بودنشه. مسئله قانونشه. ببین مجاز یعنی اینکه آیا غیر قانونیه یا قانونیه. مسئله اینجاست که ما وقتی میخوایم فیض رو درس بدیم باید فیض رو به حد ماکسیمومش بذاریم، خب، تا بعدن بتونه حکمت توش کار کنه. ولی اگه من بیام فیض رو نیمه بند درس بدم، متوجه هستی؟ اون وقت همیشه یه جایی برای شیطان باقی میذارم که بیاد، متوجه هستی، باری به شما اضافه بکنه. من نمیتونم این کارو بکنم. من مجبورم به طور رادیکال فیض رو درس بدم. فیض در کمال بس درس داده بشه. اینجا برای کلیسا چیزه، اون مش میگن آقا اون دوایی هستش که بایست بخوره و چون تلخه خوردنش نمیخواد بخوره. این دواست، این شیرین نیست. همه چیز مجاز است ولی همه چیز نیکو نیست. مثل دوای چی میمونه؟ دوای میمونه که تلخه، خیلی شیرین نیستش. اینجا شبانه اینجوری میلرزن چون میگه تموم شد دیگه، فردا همه پارتی، همه با بطری ویسکی و مشروب بقیم میان دیگه، قرد. نه، چون طرف درک نمی کنه مسیحی که خداوند عیسی مسیح دوست داره نمیاد این کار رو بکنه.
خودش نمیاد این کارو بکنه چون دوست نداره این کارو بکنه. اوه تموم شد رفت. شما نگران آدمایی هستین که خودشون این کارو نمیکنن. ولی اگه نگران آدمایی واسه باشی که اگه بهشون این ویزا کارتو بدی متوجه هستی، امیدوار باش. اصلا بخوا که برن این کارو بکنن تا بفهمن چقدر تلخه اون طرف داستان. بابا بیشتر آدمایی که واقعا مسیحی میشن آدمایی که معتاد بودن، یا آقا ما اونجا بودیم نمیخوایم اونو، مشروبامون هم خوردیم، زنبازیامون هم کردیم. آقا پس سلیمان برای چی اون حرفو میزنه در جامعه؟ همه چیز بیهودگیست. داشتم کردم همه کارها رو انجام دادم، آخر به این نتیجه رسیدم همه چیز. شما جلوشو گرفتی دو دستی که نره، متوجه نیستی بذار بره مزه کنه چقدر تلخه اون طرف داستان تا خودش به پای خودش برگرده. شما نمیدونی که بابا منطق ایجاب میکنه که اول رها بکنی تا به دست بیاری. فیض میگه بذار بره تا خودش برگرده. شریعت میگه میترسم که رها کنم که مبادا از دست بدم، و فیض میگه نمیترسم، رها میکنم چون به دست خواهم آورد. چند برابر؟ 30 الی 60 الی 100 برابر. آدمی که دو دستی گرفتی ول نمی کنی از دستش میدی، آدمی که رهاش میکنی برمیگرده. اوکی؟ این کل ملکوته. آمین. برای من وقتی فیضا درس میدم طرف میگه آقا بدمانی اصلا ایرانی ها رو میشنسی؟ ایرانی ها اگه اینو بهش میدی آقا دیوونه میشن. میگم بذار دیوونه بشه، آخه یه عمر تو اون مملکت بهش گفتن نکن، بذار بره بکنه. من میخوام بره این کارو بکنه تا بتونه برگرده، درست بیاد برگرده. اگه مسیحی هستش که از اون محدودیت اومده، حالا مسیحی شده ولی هنوز دلش اونجاست که بره اون کارو بکنه، تو جلوشو نمیتونی بگیری. من حریفش نمیشم چون از اون محدودیت اومده، بعد اومده با مسیح آشنا شده ولی هنوز دلش کجاست که بره بزن و بچشه و بکنه این کارا رو، درسته؟ هر کاری هم میخواد بکنه، مشروبشو بخوره، دختربازی بکنه، زنبازی بکنه، چه میدونم عیاشی بکنه، هر کار میخواد بکنه این کارو. ولی حالا مسیحی هم شده، درسته؟ چون میخواد نجات پیدا کنه، منطقیه دیگه ها. بعد میخواد جلوشو بگیری. چه جوری میخواد جلوشو بگیری؟ با چه منطقی میخواد جلوشو بگیری ها؟ ولی حالا میزنه میره برای 2 سال و دلت برش آزرده است، درسته؟ بهش فیض رو درس دادی، تقصیر کار فیض نیست، اون در ضمیرش اینو میخواست انجام بده. آمین. پس فیض چی کار میکنه اینجا؟ فیض براش روزنه و در رو باز نگه میداره که بتونه برگرده و حداقل میدونه که وقتی تموم شد تمام خرابکاریاش، مثل پسر گم شده، شما با آغوش باز آماده که بپذیریش. این امید رو بهش بس بدی. حالا بگید آقا این کار رو نکن، این کار اشتباه است. میدونه آقا؟ مگه نمیدونه خودش این اشتباه است؟ آیا ما باید مردم تعلیم بدیم که این کارها اشتباه است؟ آیا واقعا خودشون نمیدونن که این کارها اشتباه است؟ یعنی واقعا منو شما هست باشیم بگیم؟ پس جنجالی بودن فیض و قدرت فیض در این هستش که اعتماد میکنه به خدایی که فیض داده، نه به انسانی که فیض رو دریافت میکنه. اعتمادش کجاست؟ به خدایی که فیض داده، نه به انسانی که فیض رو دریافت میکنه. من اعتمادم رو انسان نیست. من مطمئنم که شما من خرابکاری میکنیم، من مطمئنم که سوء استفاده میکنیم، من مطمئنم که میفتیم، ولی به یکی دیگه اعتماد دارم که نمیفته، امینه تا آخر با منه. همون شد. فیض بارو از دوش من بر میداره و شما رو دوش اونی میذاره که شما رو نجات داده. آمین؟ پس میگه بیایم به نزد من زحمت کشان، بار من سبک، یوغ من آسونه، چون بار از دوش من و شما بر میداره. آمین؟ آرایت. خب یه مقدار حاشیه رفتیم ولی این مهمه. میگه که این آزادی که در مسیح دارم، خب ما رو دوباره به بندگی در آورند. خب
فقط مسئله شریعت نیست، با اینکه صحبت پولس با شریعته، ولی مسئله شریعت یهود در کلیسای ایرانی مطرح نیست. مسئله شریعت یهود نیست، ولی شریعت اسلام یا شریعتی که در خود مسیحیت میتونه رخنه بگیره با شریعت یهود یکیه، در اسانسش، در ضمیرش یکیه. شریعت شریعته. خب حالا درباره ختنه صحبت میکردن اون موقع، ما درباره یه چیزای دیگه صحبت میکنیم امروز. خب خانوما اینجا بشینن، آقایان اینجا بشینن، مثلا اینجوری انجام ندید، اینجوری انجام ندید، لباس اینجوری بپوشید، لباس اینجوری نپوشید، سیگار بکشید، سیگار نکشید، مشروب بخورید، مشروب نخورید، رقص بکنید، رقص نکنید، برید کاباره یا نرید کاباره، یه جور فیلم‌ها رو نگاه بکنید، یه جور فیلم‌ها رو نگاه نکنید، هر جور هست برای خودش، صد جور شکل و صورت داره. خب روزه بگیریم نگیریم، چند روز بگیریم چند روز نگیریم، دانیال غیر دانیال، با گوش بدون گوش، خب خوک بخورم خوک نخورم، چه میدونم، اوکی تو اون جمع برم یا تو این جمع نرم، با اینجور آدم ها معاشرت کنم با این آدم ها معاشرت نکنم، موامو اینجور درست کنم موامو اینجور درست نکنم، بترش خالکوبی کنم خالکوبی نکنم، ها؟ میخواید؟ چی بهتون بگم؟ دیگه همه جور هست، اوکی؟ آرایت؟ دوست دختر داشته باشم نداشته باشم، دوست پسر داشته باشم نداشته باشم، قبل از ازدواج رابطه داشته باشم این رابطه نداشته باشم، همه سوال ها هست، همه جور متدولوژی ها هست. برای ما شبان ها دائما سوال پیش میاد، طرف کشمکش میکنه، از ما نظرخواهی میکنن، متوجه هستی؟ از ما میخوان که براشون تصمیم بگیریم و ما نبس بگیریم. این تو این تو این حچل خودتون نندازید، طرف میخواد گناه بکنه از شما اجازه میخواد. من خودمو تو اون حچل نمیندازم، جواب نمیدم، اوکی؟ طرف میخواد طلاق بده از من اجازهشو میخواد. خب بس میگه ها شما گرفتی شما نظر بده، نه من نظر ندارم بدم، تو تصمیم میگی، روح القدس با تو نیست، تو خودت بهش میگه دیگه، از من میخوای، چون هر چی بکنم بر سر خودم برخواهد اومد، خراب بشه بر سر من میاد، درست بشه بازم بر سر من میاد، آقا من نمیخوام. چرا؟ چون این بار رو بار من و شما نیست. آمین. این بار روح القدس برداشته رو خودش گفته، چون معلمش روح القدسه، همراهش روح القدسشه. آمین. حالا من چی کار میتونم بهش بکنم؟ ها؟ من میتونم بهش حکمت رو بدم، بگم، میتونم بهت بگم برادرم تو زندگیت میتونی تصمیم بگیری، هر تصمیم برای خودش نتیجه و محصولی داره. آمین. بسنج برای خودت، این کار رو کنی این نتیجه چه، این کار رو میکنی نتیجه چه، خوبش رو بسنج و با روح القدس تصمیم بگیر. من نمیام برات چیز بکنم بسنجم، ولی میتونم بهت یه چیز بگم، هر کاری که کردی در انتها و هر نتیجه‌ای که رسیدی، خب بدون که خداوند هنوز محبتش برات باقیه، اون فیض هنوز برات باقی هست، ولی شاید مسیر زندگیتو عوض بکنی، آینده تو تغییر بدی، آره، ولی فیض همیشه برات هست. بله مسیرها عوض میشه، آینده ها تغییر پیدا میکنه، زندگی ها میتونه عوض بشه، 100% تصمیم ما آیندهمون رو تغییر میده. آمین. ولی خداوند همیشه اونجاست، پدر همیشه هست، اون از دست نمیدی عزیز من، اون از دست نمیدی. پس همیشه دری برات باز هست، من همیشه در رو برای بچه‌ها باز نگه میدارم که بدونن که هر اشتباهی هم که میخوام بکنن نکنن، آخر سر من هستم، چون بس پدر رو بهشون نشون بدم. عزیز من، تو نمیتونی بهشون بگی من دیگه باید نیستم، اگر رفتی دیگه فرام فراموش کن، شما میخوای پدر رو نشون بدی، نه؟ پدر همیشه هست، همیشه هست، همیشه هست، همیشه حاضر باشه. کلیسا همیشه هست، کلیسا بس همیشه برای تمام آدما باشه، حتی اونایی که با چشای باز میرن خودشون تو حچل میدازن و میدونی داره میره و کاری هم نمیتونی بکنی، ولی وقتی از حچل میاد بیرون بس براش باشی، چون بالاخره از اون حچل شاید بیاد بیرون، به خودش بیاد و بگه آره اشتباه کردم، باش تو بس باشی اونجا، نبستمش به اگر بگه گفتم این کارو نکن، نه اون خودش میدونه که نبست این کارو میکرد. آره من تو زندگیم اینو یاد گرفتم که فیض منو حتی آزاد میذاره که اشتباه بکنم، فیض منو آزاد کرده که اشتباه بکنم. آمین؟ آزادم،
و آزادم که اطاعتم بکنم. تسلیم با کیه؟ بچه ها بعض وقت دارن بزرگ میشن، بعد پدر مادر میدونه بچه داره اشتباه میکنه ها، میدونه ها، ولی میگه بذار بره بذار بکنه تا برگرده. میگه نه، میگه من دیگه نمیتونم جلوشو بگیرم، ولی امیدوارم که بره بعد یه جوری برگرده. آمین. مگه ما این کار نمیکنیم با بچه های خودمون؟ خداوندم بعض وقتا میگه در فیض آزاد میذاره شخص اشتباهشو بکنه تا بتونه برگرده. آمین. اوکی. حالا اما از آنانی که متبرانده که چیزی بی باشن، هرچه بودن مرا تفاوتی نیست. خدا بر صورت انسان نگاه نمی کند. زیرا آنانی که معتبرند به من هیچ نفع نرسانیدند، بلکه به خلاف آن، چون دیدن که بشارت نامختونان به من سپرده شد، چنان که بشارت مختونان به پتروس، زیرا او که برای رسالت مختونان در پتروس عمل کرد، در من هم برای امتها عمل کرد. پس چون یعقوب و کیفا، یوحنا که معتبر به ارکان بودند، آن فیضی را که به من عطا شده بود دیدند، دست رفاقت به من و به بارنبا دادند تا ما به سوی امتها برویم، چنان که ایشان به سوی مختونان. جز آن که فقرا را یاد بداریم و خب نیز غیور بکردن و این کار بودم. اوکی، این داره برمیگرده میگه که داستانی بودش که میان و رسولان باهاش همدلی میکنن و بهش برمیگردن میگن که اوکی ما باهات موافقیم، متوجه شدیم که رساله‌ای که داری از خداست، ما به یهودیان خوانده شدیم، تو به غیر یهود خوانده شدی، برو کارت انجام بده، ما هم انجام میدیم. بعد این دفعه آیه اعظم میاد میگه اما چون پتروس به آنتاکی اومد چه اتفاقی افتاد؟ او را روبرو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب ملامت بود، چون که قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امتا قضا میخورد، ولی چون آمدن از آنی که اهل ختنه بودن ترسیده بود، باز ایستاد از خیشتن را جدا ساخت و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردن، به حدی که برنبا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد. اوکی. یعنی این که حتی رسولان خدا در زمان قرن اول با فیض مشکل داشتن. گوش کردی؟ حتی رسولان خدا در زمان قرن اول با فیض مشکل داشتن. واو. پس اگه اونا با فیض مشکل داشتن، چقدر بیشتر امروز خادمین بالا رتبه خدا که سالیان سال دارن خدمت میکنن با اون چیزی که ما داریم الان درس میدیم شاید مشکل پیدا کنند. و این هیچ چیز عجیبی نیست، چون درک فیض درک عجیبی است که از حد محدوده فکر انسانی بس عبور بکنه. پس اگه خود پتروس که با مسیح راه رفتش با تعالیم پولس یه جا کم میاره چون میخواد جلب توجه انسان رو بکنه، چقدر بیشتر خیلی از خادمینی که تو کلیسا هستن برای اینکه میخوان مورد قبول کل جماعت کلیسا قرار بگیرن، ناخودآگاه خودشون رو در مخالفت فیض میبینن. چون فیض انقلابیه که متوجه هستی کلیسا رو منفجر میکنه و ریسکه. کسی که میخواد ریسک بکنه بس بره فیض رو درس بده، کسی که نمیخواد ریسک بکنه متوجه هستی یه آمیخته ای از این دوتا رو درس میده، چون به نفس انسانی کلیسا هم میرسه. آدمای مثل من مثل بمب اتمی هستن که تو کلیسا میان نارنجکن، نارنجک رو میرسی تو اتاق منفجر میشه، ببینی چی میمونه از بغل. بعضی ها میمیرن، بعضی ها زخمی میشن، بعضی چشاشون باز میشه میگه چی شد، چه اتفاقی افتاد، ولی چیز سالمه در میبرن. اوکی. من اون نارنجکم، من نارنجک رو میرسم تو اتاق ببینم چی میشه، چون نمیدونم واقعا چه کسی میتونه این تعلیم رو بگیره و از بین نره و چه کسی میتونه این تعلیم رو بگیره و زنده بشه. من نمیدونم، من واقعا نمیدونم. هر جایی که میرم یا میگن آقا بر نگرد دیگه، خواهش میکنم بر نگرد، که شد تو یکی از شهره که اینجا بود شد، گفت آقا بر نگرد نمیشه، ما نمیتونیم قبول کنیم. یا اینکه میگن برگرد ولی با ترس و لرزه، چون نمیدونی آخر سر متوجه هستی
چه چیزی رو استنباط میکنه طرف. میدونی من درکم از فیض در یه حده. من امیدم اینه که شماها در فیض رشد بکنید، که وقتی من تعلیم میدم شما خودتون در فیض پیدا کنید، گم نشید. چون گم شدن آسونه وقتی که هنوز اون زیر بنای فیض در شما نیست. من یه چیز رو یه جور میگم، طرف یه جور دیگه استنباط میکنه برای خودش، چون رشد روحانی رو هنوز نداره. اون چیزی که خودش میخواد و میشنوه. ما فیلترامون بر حسب کسب چیه؟ درکمونه. اون چیزی که طرف میگه، میگه من مطمئنم تو اینو گفتی، من چه چیزی نگفتم. تو خودت چیزی که خواستی شنیدی. آمین؟ برداشتت همونیه که بر طبق چیه؟ رشدته. ولی این مهمه. برای هم میگم کالج رو بردارین، چون تو کالج این تعلیم ها هست. اینو تو این تعلیم رو توی پابلیک یا توی چیز عمومی نمیذارم. اینه که شما بس اینو 10 دفعه گوش کنین بعض وقتا تا بتونید کاملا بدونید طرف چی گفته. اینجا پتروس که رسوله، آمین، برمیگرده میگه من راستش بخوای، آره من یهودم، من نمیتونم با غیر یهود چیز بکنم، درسته؟ بلند برخواست کنم. حالا من الان مدرنش بکنم. آمده هستی؟ آقا من شبانم، من نباید برم تو کاباره با بعضی بچه ها برشو بخورم، این اشتباهه. من میدونی چرا؟ با اینکه میتونه بره، متوجه هستی؟ به دلش هم میخواد بره، میخواد بره بعضی بچه ها تو کاباره بره تو مشروب بخوره. میدونی چرا؟ چون احساس میکنه که ایس اوکی برای خودش، چون به این نتیجه رسیده که براش ریسک نیست، درسته؟ ولی داره فکر میکنه، میگه اوکی اگه برم کاباره، حالا مسئله محبت اینا رو میذاریم کنار که بس در محبت عمل بکنیم و دیگران سستن و میفتن اینا، من دارم اسانسشو میگم، درسته؟ میگه من این کار رو نمیکنم چون 5 نفر دیگه تو کلیسا این رو گناه محسوب میکنن، درسته؟ آره من آزادم این کار رو برم، درسته؟ آزادم که با اینا بشینم بلند شم. میتونم برم کاباره یا نه؟ آره یا نه؟ شبانم میتونم برم مشروب بخورم یا نه؟ آره. بذار یه درس یه جور دیگه بدم. این چون فکرم مثال خوبی نباشه، چون استماع. بذار راحت باشم. مشروب خوردم. ویسکی. اوکی؟ شراب هم نه ویسکی. بریم ویسکی بزن. من ویسکی میخورم، درسته؟ اوکی، من اگه میخوام ویسکی بخورم، میتونم ویسکی بخورم یا نه؟ و اگر یه جمعی میخوام بیام با 3 نفر دوستای خودم ها بشینم که دوستای من خودم هستم و میخوام ویسکی بخورم، متوجه هستی؟ میتونم بخورم یا نه؟ ولی یه گروهی تو کلیسا هستن که میگن آقا اصلا مشروب خوردن گناهه، درسته؟ آمین؟ گناهه. حالا به خاطر اینکه این گروه تو این کلیسا هست، من متوجه هستی تصمیم میگیرم دیگه، متوجه هستی، با دوستای خودم ویسکی نخورم، چون از این گروه میترسم، از این گروه میترسم که اگر ببینن منو چه استنباطی رو زندگی من میکنن، درسته؟ حالا فرقش رو دیدین؟ حالا برمیگردم به این نقطه. من ویسکی نمیخورم با دوستام، چون از اینا میترسم که نظرشون رو من چی هست. یا اینکه میتونم تصمیم بگیرم، میگم میدونی چیه، اگر مشروب میخوام بخورم میخورم، ولی مطمئن میشم جایی میخورم که این افراد، متوجه هستی، نه ببینن نه استنباطی بکنن. تو زندگی شخصی خودم جایی که میدونم محدودم، متوجه هستی، میخورم. ولی نخوردنم به خاطر ترسیدن از اینها نیست، چون من نمیذارم اینا منو محدودم بکنن. اینجا پتروس میترسه. از کی میترسه؟ از دوستا و رفقای یعقوب میترسه. میترسه چه استنباطی از او بکنن. این آیا اشتباهی یا درسته؟ پس آزادی که من دارم در مسیح نمیتونه به خاطر ترسیدنم از دیگران محدود بشه، خب؟ ولی میتونه محدود بشه اگه تصمیم بگیرم که آقا حکمت داشته باش، نمیای جلوی کلیسا ویسکی تو بیاری اینجا تو کلیسا جلوی همه بخوری بگی من آزادم،
چون تو کلیسایی که یه عالم آدم نشستن که هیچ ظرفیتی ندارن، خب نصفشون دیوونه میشن میرن، درسته؟ آمین؟ پس چجوری خودم محدود کردم؟ نه از ترسم، بلکه از محبتم. هم آزادم و میرم جایی که بخوام، با دوستانم هستم، ولی حکمتم دارم که نمیام جایی که ظرفیت مردم ایجاب نمیکنه، متوجه هستی؟ از اون آزادی سوء استفاده کنم. ولی اشتباه هم چی میتونه باشه؟ اشتباه هم میتونه باشه که به خاطر اینکه اینا چه دیدی از من خواهند داشت، متوجه هستی؟ هیچ وقت از آزادیم استفاده نکنم. با یه دونه گلاس ویسکی خوردن آدم چیز میشه؟ الکلی میشه؟ اگه آدمی هستی که با الکل مشکل نداری، متوجه هستی؟ مشروب خوردن الکلیت نمیکنه، درسته؟ من بهترین ایام خودم رو با شبانا و خادمینی که دارم وقتی صرف میکنم، وقتی میزنیم میخندیم و با هم دیگه میکنیم، معمولا با یه بطری ویسکی انجام میدیم. یه مش من شبان میشناسم که اگه این کار داره براشون بکنم سکته قلبی میکنم. اوکی؟ خب پس من با اینجا آدم ها نمیتونم بلند و برخواست بکنم، درسته؟ چون ظرفیتشو آیا جلوشون این کار رو میکنم؟ نه. آیا با زور تحمیل میکنم اینو روشون؟ نه. ولی آیا اینو از خودم گرفتم به خاطر اینکه میترسم اینا چه نظریه رو من خواهند داشت؟ نه. پس حکمت ایجاب میکنه، درسته؟ که پتروس میتونست اینجا چجوری انجام بده؟ چی کار میتونست بکنه؟ درسته؟ پتروس میتونست اینجا تصمیم بگیره که هی من چرا دارم از این گروه جمع بلند میشم؟ آه، به خاطر اینکه ترسیدم که مقام اجتماعی خودم را از دست بدم. فیض ایجاب میکنه که شخص مواظب باشه چی کار میکنه و چی کار نکنه، چون باید در نظر بگیره حرکتی که میکنه در محبت چه تأثیری رو تو دیگران میذاره. ولی ترس هیچ وقت زیربنای حرکت ما نیست. ترس خرابکاری میکنه، محبت بنا میکنه. پس رفتن کاباره، نشستن تو یه جایی، خوردن یه دونه گلاس مشروب با دو سه نفر دوست، خب متوجه هستی؟ در جایی که طرف میدونه هم آزاده هم روش باری نیست، متوجه هستی؟ به کسی ربطی نداره. ولی همون انجام اون کار در جایی که همه ببیننش و شخص میدونه آدمایی هستن که ظرفیت این رو اصلا ندارن، اشتباس. و انجام ندادن این کار چون طرف میترسه که شاید مبادا یه نفر یه جایی یه خبری از این بگیره که شاید شبان فلانی، اونم اشتباس، چون داره از ترس زندگی میکنه. دیدین فرقشو؟ گرفتین؟ نمیدونم متوجه شدین؟ اوکی، اینه. پس آزادی که در فیض دارم منو آزاد کرده که میدونم که این بار رو من نیست، از زندگیم استفاده کنم. آمین؟ ولی حکمت ایجاب میکنه با آدمایی باشم که ظرفیتشو دارن، همون شده بس. و با آدمایی که ظرفیتش ندارن هیچ وقت این کارو نمیکنم. اینجا نکته خیلی مهمی که برای خادمین باز میشه و خیلی حیاتی اینه. شما به خاطر ترس، به خاطر اینکه مقام اجتماعی خودتون رو از دست ندین، هیچ وقت نباید تصمیم بگیرید. یعنی ترسی که از دست دادن مقام اجتماعی شما رو شما میاره، خب نباید معیار تصمیم گیری شما باشه. تنها معیار تصمیم گیری شما باید این باشه که محبت ایجاب میکنه که اون افرادی که ضعیف هستن رو چه کار بکنید؟ در فکر داشته باشید که اونها رو تزلزل ندید.